گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه خراسان گروه تون روی سونی داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان به صفوف این گروه قابل توجه است. هجدهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد تحت عنوان تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در سیاکم جنیوری تکمیل و روز یک شنبه نشر شده است در این گزارش آمده است شاخه خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و همچنین تلاش های لابیگریش را در شبکه های تاجیکستانی افزایش داده است در گزارش همچنان گفته شده که شاخه خراسان داعش نه تنها بزرگترین تهدید برای افغانستان است بلکه منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه می کند. در گزارش شورای امنیت از دستیابی داعش به تسلیحات گسترده در افغانستان خاور میانه و آفریقا ابراز نگرانی شده و به نقل از تعدادی از کشورها آمده است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان سلاحهای باقیمانه در این کشور در حال منتقل شدن هستند گزارش تازه شورای امنیت در حالی منتشر می شود که گروه تون روی سونی داعش طی دو سال و نیم اخیر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان دهها حمله خونین علیه شیعیان و سایر شهروندان افغانستان انجام دادند. برای صحبت بیشتر در این باره مرتزا متحری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد با ما همراه هستند سلام وقت شما بخیر آی متحری گزارش تازه شورای امنیت در مورد افزایش فعالیت داعش و جذب نیرو در افغانستان تا چه حد نگران کننده و واقعی است سلام و درود خدمت شما مندگان محترم همچنان ولادت باسعادت ما و خدمت تمام مسلمان تبریک است. دایش در دو سال گذشته بهات شانه به چهل هزار افغانستان افزایش داده. یک موضوع بسیار نگران به کشورهای کشورای افغانستان نفضای است. دایش توانسته با حاکمیت طالبا به افغانستان نیروهای را جذب بکنه از طریق مداریس از طریق کمپاین نظامی و حتی افراد و اشخاصی که مخالف حکومتی فعلی طالبان در افغانستان است به شرایط کنونی موضوعی که برای جهان بسیار نگران کننده است و است که دایش به افغانستان قدرتش روز به روز رو به افزایش است و این مقاومتی که امروز در برابر دایش اگر ایجاد نشود و در برابر طالب ایجاد نشود طبعا دایش برای جهان و برای کشورهای همسایه افغانستان بسیار خطرساز است بله این چندمین باری است که داعش در سطح داخلی و بین المللی اقدام به تهدید می کند با این حال چرا هیچ اقدام عملی از سوی شورای امنیت و قدرت های بزرگ علیه این گروه صورت نمی گیرد طالبان یک از متحدین داعش در دا افغانستان است با با قدرت گرفتن طالبان به افغانستان داعش روشش به افغانستان بیشتر شده و حتی ما گزارش را از افغانستان دریافت کردیم و حتی شایدی صحنه بودیم که در سقوط نظام قبلی افغانستان گروه های توریستی دیگه ای که امروز بر کشورهای همسای افغانستان خطرساز است مخصوصا دایش در سقوط ولایت های افغانستان با طالبان همکاری داشت و امروز هم همکاری طالبان باعث شده که جهان بر دا دایش در دا افغانستان حمله نداشته باشه و از طرف دیگر وقت نظام قبلی افغانستان سقوط کرد بعضی کشورها و مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان با طالبان یک تعهد را امضا کردند طبق او تعهدنامه کشورهای همسایه افغانستان نمیتانه که به افغانستان حملات نظامی انجام بتن و امروز اگر جهان نمیتانه به افغانستان حملات نظامی در برابر دایش انجام بتن و یا کشورهای همسایه افغانستان که امروز دایش بیشترین خطر برای کشورهای همسایه افغانستان است اما متاسفانه کشور همسایه افغانستان نمیتونه که به افغانستان عملیات نظامی در برابر داعش و دیگر گروه های داشته باشد یکی از عوامل است که بعضی کشورها با طالبان یک تعهد را امضا کردن که طبق او تعهد نمیتونه اینا به خاک افغانستان عملیات داشته باشد بله. روابط خوب داعش با طالبان مشخص است حتی ما در ماهای گذشته گزارش را از افغانستان دریافت کردیم که پسر اسامه بن لادن رهبر القاعده در افغانستان سفر داشته و با شمار از رهبران طالبان در افغانستان ملاقات داشته بله. و گزینه که نمیتونه جهان و کشورهای همسایه افغانستان در برابر دایش در افغانستان حملات داشته باشه اینا طبق یک تعهدنامه که با طالبان امضا کرده نمیتونه به خاک افغانستان عملیات داشته باشه بله آی متحری با توجه به نگرانی ها از افزایش تحرکات گروه های تروریستی در افغانستان چشمانداز این کشور چگونه ارزیابی میکنید متاسفانه وضعیت افغانستان خطرناک مردم افغانستان مشکلات زیاد را در افغانستان دیده و میبینه از بستماندن مکاتب روی زنان گرفته فقر و بیکاری گرفته مشکلات های اقتصادی گرفته مهاجرت های تحمیلی گرفته و دیگر موضوعات داخلی افغانستان اما گزارش هایی که سوی سازمان ملل متحد و کشورهای انسای افغانستان و جهان در ارتباط به وضعیت افغانستان نشر میشه نگرانی های مردم افغانستان بیشتر میسازه مردم افغانستان مشکلاتش بیشترتر بیشتر تر میسازه و مردم افغانستان آرامیش با این گزارش ها از دست میته اگر جهان در برابر گروه های تروریستی، مخصوصا در برابر داعش حملات را انجام ندهند و اقدام عملی را انجام ندهد، دیگر متاسفانه روز بروز مشکل مردم افغانستان بیشتر میستازه میشه و روز بروز داعش هم حملاتش بر منطقه و بر کشورهای امسای افغانستان بیشتر خواهد شد و موضوعی که برای مردم افغانستان بسیار مهم است، وی است که طبق پیشبینی ما و طبق پیشبینی مردم افغانستان اگر دایش به همین منمال بر افغانستان رشد داشته باشه امروز در دو سال گذشته نیروهای تا دایش به افغانستان به چل هزار رسیده اگر در یک سال دیگر دو سال دیگر جلوگیری گری از رشد دایش طبعا نیروی دایش در افغانستان به صد هزار خواهد رسید و اون زمان افغانستان به میدان جنگ تبدیل خواهد شد وقتی که حضور داعش در افغانستان بیشتر شود، طبعا کشورها در برابر داعش اقدام را انجام خواهد داد و اگر به شرایط کنونی از روس داعش در افغانستان جلوگیری نشد ما شاهدی یک جنگ بسیار عظیم در افغانستان خواهد بودیم و همچنان افغانستان به سوریه دیگه تبدیل خواهد شد اگر از رشد داعش در افغانستان به شرایط کنونی جلوگیری نشود سپاس از شما مرتضی متحری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد